تصادف اعتقادی ندارم. من به وعده الهی اعتقاد دارم. من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و خدا نقشه ها داشت، نقشه های عالی. در روزی که من میخواستم خودم رو بکشم، عیسی مسیح خودش رو بر من آشکار کرد و به من زندگی تازه‌ای بخشید. و اگر با من دعا کنی و باور داشته باشی، خداوند امروز زندگی تازه‌ای به تو خواهد داد. عیسی مسیح واقعیه، او زندگی ها رو عوض میکنه، سرنوشت رو تغییر میده، اون آدم ها رو عوض میکنه و اون آدم ها میتونن دنیا رو تغییر بدن. ایمانی که میتونه کوها رو جابجا کنه. عیسی گفت اگه ایمان داشته باشید، حتی به اندازه یک دانه خردل، به اندازه یک دانه خردل. امروز میخواستم با خودم یه دانه خردل بیارم برای اینکه توی برنامه بهتون نشون بدم. من یه ظرف پر از دانه خردل دارم تو خونه. بعد گفتم این دیده نمیشه. اینجا دوربینای مخصوص نیاز بود که میتونست نشون بده که چقدر دانه خردل کوچیکه. ولی عیسی گفت اگر ایمان داشته باشی، به کوچکی دانه خردل میتونی به ایکونها بگی که از اینجا به اون طرف جابجا بشن و اونها جابجا میشن. به این اندازه ایمان مهمه. ولی خیلی وقتا ما درباره ایمان صحبت نمی کنیم. ما خیلی وقتا درباره محبت، محبت، محبت و فیض خدا صحبت میکنیم. یعنی درباره ایمان هم صحبت میکنیم، ولی درش عمیق‌تر وارد نمیشیم که ببینیم واقعا ایمان چیه. بعضی وقتا میگیم من ایمان دارم، ایمان دارم که خدا میتونه انجام بده همین. خیلی وقتا که میگیم خدا من از این چیز نجات میده، ولی ایمان نداریم. خیلی ها دعا میکنن که سرطانشون شفا پیدا کنه یا این بشه یا اون بشه، ولی توی قلبشون باور ندارن. من به خاطر نوع خدمتم به همراه هم خدمتیام اخراج ارواح میکنیم و خیلی از دیوزده ها و افراد تحت تاثیر شریر میان. اگر واقعا ایمان نداشته باشن که عیسی مسیح میتونه اونها رو آزاد بکنه، این فرایند تبدیل میشه به هفت خوان رستم. ایمان. پولس در رومیان باب اول میگه عادل به ایمان زیست خواهد کرد. آیا یه چیزی تو ذهنته مثل یه جور فکر کردن؟ بعضی وقتا مردم به اشتباه فکر میکنن که ایمان یه جور فکر کردنه، یه چیزیه که قابل لمسیست و نمیبینیش. ولی عیسی دید ایمانشون رو وقتی که دوستای اون مرد مفلوج آوردنش. اونها باید از سقف وارد میشدن که بتونن اونو بیارن پایین. هر کسی دوستای اینجوری نیاز داره که بیارنش پایین که بتونه شفا پیدا کنه. عیسی ایمان اونا رو دید. وقتی اون زنی که خون ریزی داشت، اون به مدت 12 سال مشکل خون ریزی داشت، 12 سال اون از یه دکتر به یه دکتر دیگه رفته بود، هیچ دکتری نتونسته بود کمکش کنه. اون تمام پولاش رو صرف دارو کرده بود که دیگه پولی نداشت، دیگه چیزی براش باقی نمونده بود. هی برای گرفتن نظرات دکتر مختلف اینور اونور میرفت، این دارو رو امتحان کن، اون دارو رو امتحان کن، و اون کلا امیدش از دست داد. ولی وقتی که درباره مردی شنید، کسی که 100% انسانه، 100% خداست، او میدونست که ایمان از شنیدن است، شنیدن از کلام خدا، ولی ایمان از شنیدن است و تمام. برای همین باید مراقب باشی که ایمانت به چیه. مراقب باش به چی گوش میدی با گوشات. مراقب باش و بگو آیا این از خداست، چون خیلی زود به اون چیزی که گوش میدی در تو تبدیل بیشه به یه ایمان، ولی ممکنه از خدا نباشه. هر کسی به یه چیزی ایمان داره. شاید امروز ایمان دارین که خودتون، آیندهتون، شغلتون، شرایط مالیتون هیچ وقت درست بشه نیست و شما هیچ وقت زندگیتون این شکلی نمیشه یا هیچ وقت نمیتونی این کار رو بکنین. این ایمان شماست و تا زمانی که این ایمان رو دارین همین همیشه و شما در اون محدودتون عذاب میکشین، چون شما در ایمانتون حبس شدین. امروز خدا میخواد که محدودیت ها و زنجیرهای فکرتون رو بشکنه به خاطر ایمانتون که تحت اراده شیطانه. ایمان چیه؟ و چه ربطی به عدالت داره؟ چون میگه عادل به ایمان زیست خواهد کرد. ما اینو خیلی میگیم، ما درباره این آیه صحبت میکنیم، ولی واقعا نمیدونیم یعنی چی.
چرا؟ رومیان باب 4 آیه 3 ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد. چه رابطه بین ایمان و عدالت هست؟ چرا یه چیزی که تو فکرته میتونه ربطی داشته باشه به صداقت شما؟ به دزدی نکردن شما، خیانت، غیبت، تهمت زدن، تماشای پورنوگرافی، انجام ندادن هیچ کدوم از اینها چه ربطی به ایمان داره؟ فکر میکنم ما متوجه نیستیم که چقدر ایمان میتونه قدرت داشته باشه و ما با بی‌مباهاتی ازش استفاده میکنیم. حتی در دعاهامون، سال پیش یه نفر درباره دعاهای تقریبا روحانی بهم گفت. تا حالا درباره دعاهای تقریبا روحانی شنیدین؟ که یه نفر میاد و یه دعایی برات میکنه خیلی بی هدف، تو هم چیزی ازش نمیگیری، بعد میری یا حالا بدتر از قبل یا همون جوری که اومده بودی. اونا فقط دعا میکنه. یه مردی بود که یه روز من باهاش درباره روش اداره کردن چیزا که اشتباهه صحبت کردم و گفتم برادر من، تو نمیتونی این خدمت رو ادامه بدی به شکلی که امروز داری اداره میکنی. خیلی سریع گفتم که تو باید یه سری تصمیمات بگیری. و اون گفت بیا دعا کنیم. و وقتی که شروع کردیم به دعا کردن، شوخی نمی کنم، شاید به نظر بی‌ادبی بیاد، ولی بهش گفتم تو که راست میگی. وسط دعا کردنش و اون چشمشو باز کرد و گفت ایشی، تو واقعا دعای منو مسخره کردی؟ گفتم آره. تو داری یه دعای تقریبا روحانی میکنی، تو حتی به چیزایی که میگی باور نداری، تو فقط میخوای یه چیزایی رو بذاری زیر قالیه و با یه دعا بگی. میدونی من نمیخوام اون چیزایی رو که الان داری به میگی رو بشنوم و میخوام سر ته این بحث رو ببندم. دیگه بهم نگو من تو خدمتم اشتباه میکنم. پس بیا این بحث رو با دعا ببندیم، این راهی میشه برای فرار. گفتم نیازی به دعا نیست، تو حتی لازم نیست که به حرفم گوش بدی، تو اینو داشته باش و با خدا مشکلت رو حل کن. اومد پیشم بعد از 3 روز گفت میخوام دعا کنم. میخوام دعا کنم. گفتم باشه بیا دعا کنیم. و این دفعه فرق داشت تو زندگیش، تو کارش، تو خدمتش. یعنی داشت از بطر فصل زندگیش رد میشد، از بیابان و از اون فصل خشکسالی با هم، چون بیابان و فصل خشکسالی یکی نیست. شما میتونید از بیابان رد بشین ولی میتونید فوق العاده هم باشه. عیسی در بیابان بود، یحیی تعمیدنده در بیابان بود، یه جای آرومیه، یه جایی که تنهایی. چیز زیادی نیست که بخواد حواستو پرت کنه، این بیابان شماست. خیلی احساس تنهایی میکنن در زمانی که در بیابان زندگیشون هستن، ولی این چیز بدی نیست که تجربهش کنیم. ولی خشکسالی نیست. معمولا بعد از گذشته از بیابان زندگی شما خواندگیتون رو پیدا میکنین، یا اینکه خدا شما رو به یه سطح ایمانی دیگه میبره بعد از بیابان. ولی اگر از فصل خشکسالی داریم میگذرین، یه چیزی اشتباهه و تو باید درستش کنی و تو نمیتونی درستش کنی اگر ایمان نداشته باشی. پس ما دعا کردیم و اون به ضد اون خشکسالی، اون لعنتی که بر اون اومده بود، دعا کرد برای شرایط مالیش، خانوادش و خدمتش و اون اعتراف و توبه کرد که یک سری کارهای جادوگری کرده. اینطوری میشه که وقتی تو با ایمان عمل نمی کنی، تو داری جادوگری میکنی، چون تو یه نقشه دوم داری، حتی سوم. تو داری سعی میکنی جعل کنی کاری که خدا میتونه در زندگی تو انجام بده. این یعنی جادوگری. خیلی ها چیزی درباره جادوگری نمیدونن، ولی اگر دارین این برنامه رو از خاورمیانه میبینین، میدونین جادوگری چیه. اگر در آفریقا هستی میدونین جادوگری چیه و میدونین چرا ازش استفاده میکنی. به خاطر قدرت. قدرت برای عوض کردن چیزی. شما لازم نیست برای جادوگری یکم از موی یه حیوانو بگیری، بعد یکم هم از خونه یه مرغ بخوری یا چیزای مثل این. شما میتونین بدون هیچ وسیله جادوگری بکنی. با هر وسیله توی دستتون میتونین جادوگری کنی. و خیلی از مسیحا در جادوگری هستن بدون اینکه بدونن، چون اونا روش خودش رو میرن که کار خدا رو در زندگیشون تقلید کنن. و این مرد هم همین کارو میکرد و اون باید با ایمان دریافت میکرد و باید ازش توبه میکرد. زندگیش عوض شد، خدمتش عوض شد، خانوادش عوض شد، همه چی تو زندگیش عوض شد، چون اون دعا کرد. یه دعای دقیقه‌ای که با هم کردین، ولی با ایمان. ایمان به این اندازه اهمیت داره. وقتی به این کلمه نگاه میکنین، ایمان ریشه در یک کلمه یونانی داره، پیستس. یک باور بر حقیقت درباره هر چیزی، یک باور،
یک عقیده که اون عقیده رفتار شما رو کنترل میکنه. این یعنی ایمان. پس ایمان غیر فعال نیست، بلکه فعاله. ایمان یک نوع اسم نیست یا یک کلمه، بلکه فعله، حرکت میکنه. پس اگر ایمان داریم به این معنی نیست که بی تفاوتی. خیلی ها این آیه رو میگن باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. اینجا داره ایمان رو نشون میده، چون ایستادن یک نوع عمله. تو باید بیستی، تو بی تفاوت نیستی، تو باید در خداوند عمل کنی. منتظر بودن به منظور بی حرکتی نیست. در خیلی از شرایط منتظر خدا بودن یک حرکت برای ستایشه، و اعتماد کردن به خدا. و یکی دیگه از تفسیرهای ایمان در عیسی میگه ایمان یعنی باورهای مذهبی، باورهای مذهبی که در عمل نشون داده میشن. در واقع وقتی کسی میگه من ایمان دارم، یعنی داره میگه من به وسیله اون راه میرم. در یونانی ایمان یعنی راه رفتن با. این یه چیز مخفی در فکرتون نیست، یه چیزی نیست که فقط به حرف بگی. اگه اینطوره همه به خدا ایمان دارن. تو ایمان داری که خدا واحد است؟ شیاطین نیز ایمان دارن ولی میلرزن، یعقوب 2:19. پس اگر میگید ایمان دارم، فقط در فکرتون، حتی شیطان هم همین فکر رو داره که خدا وجود داره. یه بار شنیدم یه واعظی میگفت شما نمیتونی یه شیطانی پیدا کنی که به خدا اعتقاد نداره. در تمام ارتش شیطان همه شیاطین میدونن که خدا وجود داره، همشون میدونن. حتی ATS ها هم میگن خدایی نیست، به این ایمان دارن. چون ایمان دارن حرف میزنن و دشمن خدا میشن. اونا به وجود خدا ایمان دارن. خیلی عجیبه که با چندین ATS بحث کردم و اونا میگن من هر نوع ایمانی رو رد میکنم، من نمیخوام ایمان داشته باشم. من میگم تو هم ایمان داری؟ اون چیزی رو که الان گفتی ایمان توه. و میگم تو خدا داری؟ میگه نه من ندارم. میگم چرا، خوبم داری؟ تو خدای خودت هستی. فکرت، هوشت، باورت که ثابت کنی خدایی وجود داره، این بالاترین مکان توه، این بوت توه. تو این خدا رو هر صبح پرستش میکنی. ما یک خدا رو نمیپرستیم. مردم میگن او همه باورها و همه مذاهب یه خدا رو میپرستن. این یه دروغ از اعماق جهنمه. این دروغ و فریبه. من خدایی رو خدمت میکنم، من خدایی رو میپرستم که اسمش رو میدونم. در کتاب خروج باب 3 از آیه 13 شروع میکنه تا 15 میگه اسم من، باید اینو بهشون بگی به موسی، چون موسی آدم زرنگی بود، از خدای سوال خیلی مهم پرسی اسم تو چیه، من باید بگم کی منو فرستاده. این یه سوال خیلی منطقی و زرنگیه. خدا از این سوال خوشش اومد و جواب داد، بهشون بگو من هستم تو رو فرستاده. من هستم تو رو فرستاده. اگر به معنای من هستم نگاه کنین، یعنی وجودی که حاضره، وجودی که حاضره. نیازی نیست که کسی اونو خلق کنه، اون خلق نشده و نمیشه. اون یک وجود حاضره که بوده و هست و خواهد بود. این اون چیزیه که میگه. و وقتی که پایین تر میری میبینی که خدا دوباره تکرار میکنه و میگه بهشون بگو که خداوند خدا تو رو فرستاده. و خداوند یک کلمه نیست، یک اسمه. اگر خداوند رو نگاه کنید یعنی یهوه. هر جا که کلمه خداوند رو میبینی یعنی یهوه. و بعد اون میگه اسم من باید خوانده شود از نسلی به نسل دیگه. خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب. این درخواست خداست. شما منو به اسمم صدا میکنین، پس چطور میتونی بگی که الله و یهوه یه شخص هستن؟ نه، من خدامو میشناسم و تو اونو به اسم صدا میزنی. منم اونو در دعا به اسم صدا میزنم. به اسم، اون اسم داره، خدای من اسم داره و اسم اون هست عیسی مسیح. این خیلی با هم فرق میکنه. چون اینو بگم، وقتی این مردم میگن ما یه خدا رو میپرستیم، کلمه خدا خیلی ضعیفه، مگر اینکه جلوش اینو اضافه کنی، خدا خدای اسرائیل، خدا خدای اسرائیل. پس یعنی داری اونو صدا میزنی، چون هر کسی یه خدایی داره و همه یک خدا رو نمیپرستیم. وقتی به ایمان نگاه میکنیم، این یک کلمه کلیدیه، چون ایمان آغاز و شروع اون ریشه اعمال توه. برای همین ابراهیم باور کرد و اینو به عدالت اون ربط دادن. میدونی چرا؟ چون اون از صدای خدا اطاعت کرد. پس در ایمان اطاعت هست. تو نمیتونی بگی من به خدا ایمان دارم
بعد به یه سمت دیگه بری. اگه بگی که من به خدا ایمان دارم، پس میری و اون چیز رو که خدا ازت میخواد رو اطاعت میکنی. خیلی ها میگن من ایمان دارم، من ایمان دارم. و امروز وقتی که داریم این برنامه رو تموم میکنیم، ما برای رشد ایمانمون دعا میکنیم. در اول امسال من دعا کردم و روزه گرفتم تا خدا ایمان منو زیادتر بکنه، چیزی که من قبلا براش دعا نکرده بودم. جالبه، در 17 سال ایمان مسیحی من هیچ وقت برای رشد ایمانم دعا نکرده بودم. دارم پیشتون اعتراف میکنم. آخه اینم میشه؟ و تصمیم گرفتم برای ایمانی دعا کنم که کوها رو جابجا میکنه. گفتم اگه قرار وارد محدوده شیطان بشم، پس بهتره چنین ایمانی داشته باشم. فکر میکنم به یه دلیل برای این دعا نکردم. این بود که فکر میکردم ایمانم خیلی عالیه. ولی خدا نشون داد که میتونه بهتر از این باشه. شما برای کاری که میکنید به ایمان بیشتری نیاز دارین. پس زمانی که سختی ها میان و وقتی که طوفان ها و شکنجه ها میان، که من البته همیشه با شکنجه روبرو هستم، من نیاز به یه ایمان بزرگتر دارم. من نیاز به ایمان بیشتری دارم. یه مردی بود، من اینو دوست دارم خیلی زیاد. اسمش فرانک بود. فامیلیش رو نمیدونم چطور تلفظ میشه کرد. فرانک بارکلما، حالا میگیم تلفظش اینه. این مرد صدای خدا رو میشنوه و خدا اونو دعوت میکنه که برای بیداری دعا کنه. پس این مرد به خلوت خودش میره. این چیزیه که اتفاق میفته. ایمان، من در یک جلسه ای درباره قدرت یک دانه موعظه کردم. پس ایمانم یه دانه است. دانه خردل عیسی تشبیهش میکنه به دانه خردل. پس این مرد این رویا رو که خدا بهش داده رو در خودش داره. اون این ایمان رو در خودش داره که بیداری روحانی و الهی خدا رو ببینه. میدونید اون در کلیسا نشسته ولی این رازیش نمیکنه. اون به واعظ گوش میده ولی میگه میدونی چرا؟ چون من چیزی که اینجا میخونم و چیزی رو که میبینم با هم جور در نمیاد. باید یه چیز بزرگتر باشه. من اونو میخوام. و این مرد میره به خلوت خودش و دور از همه خودش رو وقف دعا کردن میکنه. و هرچی بیشتر دعا میکنه ایمانی بیشتر در اون بنا میشه و اشتیاقی بیشتر، تا جایی که قلب اون شروع میکنه به سوختن، تا جایی که شروع میکنه با خدا کشتی گرفتم در روح و میگفت این بیداری رو بده یا من میمیرم. من با هیچ چیزی کمتر از اون چیزی که در کلامت گفته میشه قانع نمیشم. من میخوام که این در زندگیم عملی بشه. من از اینجا نمیرم. این اون چیزی بود که من از شهادتش یاد گرفتم که به خدا بگم وقتی که دعا میکنم من مثل این برگه یادداشتی دستت خواهم بود. من مثل این میچسبم بهت و تو نمیتونی از دستم خلاص بشی. من اینقدر دعا میکنم و باهات کشتی میگرم که بالاخره اون بیداری شخصی و آتش رو به من بدی. و هر دفعه من این کار رو میکنم، خدا واقعا اینو دوست داره، دوستش داره، دوست داره. مثل یکی از اون دانش آموزای توی کلاس که هر وقت معلم یه سوالی میپرسه دستشون همیشه بالاست اینجوری و به نظر اعصاب خردکن میان، ولی بعد از یه مدت وقتی به بقیه دانش آموزان نگاه میکنی که علاقه ندارن، شروع میکنی به ارزش دادن به اون یه نفر که حداقل اونجا همیشه مشتاقه. اونا این حس رو بهت میدن که وجود تو با ارزشه. پس این خدا رو شاد میکنه وقتی که میریم به حضورش به این شکل. و این مرد هم این کار رو میکنه، میره در خلوت خودش و میگه من از اینجا نمیرم. زنش سینی غذا رو براش می آورد و میذاشت جلوی در، ولی اون نمیخورد. بعضی وقتا در رو باز میکرد، یه آبی میخورد، یه چیز کوچیکی تو دهنش میذاشت، اون ده ها کیلو کم کرد. بعضی ها میگن چرا خوب رژیم، ولی این مرد خواندگی داشت و ایمان داشت. بعد یه جای دیگه یه مرد، یه واعظ، یه مرد سیاه پوست، یکی از چشماش مشکل داشت به خاطر بیماری که دوچارش شده بود در زمانهایی که برده ها خیلی از خونشون بیرون نمی رفتن. این در اوایل قرن 19 همه، تقریبا 60 و خورده ای سال قبل از مارتین لوتر کینگ، قبل از حقوق برده ها و این چیزا. این مرد صدای خدا رو می شنوه. اون ایمان داشت و شهر خودش رو ترک میکنه. این یه ریسک خیلی بزرگی بود برای یه سیاه پوست در اون زمان شهرش رو به تنهایی ترک کنه، چون خودش رو داری در خطر قرار میدی.
با رفتن تو خیابانها اونا میتونن بکشنت یا بهش آسیب برسونن. ولی اون میره به یه جایی که کاری رو که خدا ازش خواسته انجام بده و اون به تعمید روح القدس ایمان داشت و اون ایمان داشت به قدرت صحبت به زبانها، پن که اون هیچ کدوم از اونها رو نداشت. ایمان. و اون میره به جای خیلی دور و این دو مرد توسط ایمان همدیگر رو پیدا میکنن. این داستان فوق‌العاده است. این دو آدم که از دو قسمت مختلف کشور ملاقات میکنن به وسیله ایمان، چون خدا نقشه داشت. وقتی که خدا شروع میکنه به جا دادن ایمان در تو از تخت پادشاهیش، یه دلیلی هست که تو این ایمان رو در خودت داری. وقتی به اطرافت نگاه میکنی میبینی چیزایی که هنوز اتفاق نیفتاده، ولی اون ایمان بهت امید میده، بهت رویا و هدف میده و ادامه به اون چیزی که داری انجام میدی، چون میدونی چیه؟ خدا ایمان تو رو زیاد کرده و اون داخل میشه و به شما یک پیشرفت غیرمنتظره میده. این ایمانه. و اون دو مرد به همراه یه زن دیگه که در خونه ای ملاقات میکردن، هنوزم نمیدونست. اونو از کلیسا بیرون انداختن به خاطر رنگ پوستش، بعد اونو از کلیسا بیرون انداختن چون درباره تعمید روح القدس موعظه میکن. بیرون انداختنش نه فقط به خاطر موعظه درباره تعمید روح القدس، بلکه به خاطر اینکه اون خودش هم روح القدس رو نداشت. ولی اون تسلیم نشد. ایمان. به خاطر ایمانش و اون بیداری به خیابون‌های آزوسا اومد و اونجا یه سونامی از حرکت خدا بود. و سالها بعد یک خانومی که در 8 سالگی بود یه روزنامه نگار باش مصاحبه میکنه و اون روزنامه نگار میگه که خب اون بیداری فقط 3 سال طول کشید و الانم چیزی ازش باقی نمونده، اصلا شبیه اون موقع ها نیست که. ولی اون زن میگه نه، اون هنوزم تو قلب من شعله وره. هر کسی که اون ایمان رو نگه داشته باشه هنوز ایمان رو داره. یه روزنامه نگار دیگه بود که از یه زن یهودی که از اون کمپ‌های هیتلر، اون کمپ‌های نازی آلمان قصر دررفته بود میپرسه و اون ازش میپرسه که البته ایماندار به مسیح بود، چطور میتونی ایمان داشته باشی به خدا بعد از اینکه 3 تا بچه‌هات و شوهرت وارد کوره های آتش شدن و دیگه بر نگشتن؟ چطور میتونی درباره وجود خدا صحبت کنی بعد از دیدن اون چیزهای هولناک و شیطانی کمپ های آلمان؟ چطور میتونی درباره وجود خدا صحبت کنی؟ و اون زن به این شکل ایمان رو توضیح میده و به نظرم اون تمام حق و حقوق اینو داشت که برای ایمان تعریفی داشته باشه. اون میگه ایمان اینه، وقتی تو همه دلایل رو داری که باور نداشته باشی ولی هنوز باور داری، این یعنی ایمان. وقتی به اطراف نگاه میکنی و میبینی که دنیا داره از هم میپاشه و تو هر نوع فساد رو در این زمین میبینی و هر کس داره به یه سمتی میره و تو میگی میدونی اگر هیچ کس هم با هم نیاد ولی من هنوزم پیروی میکنم، اگر همه به اون سمت برم من به این سمت میرم چون خدا منو صدا میزنه، برا مهم نیست که اونا درباره من چی فکر میکنن یا چی میگم یا دارم به هم میخندم، من زندگی رو خواهم داشت که خوشنود کننده عیسی مسیحه. برا مهم نیست که بقیه چی کار میکنن، چون ایمان من به عیسی مسیح واقعیه و من فقط اونو پیروی میکنم. برای مهم نیست شرایط کلیسا چیه، چقدر دنیاوی شده، چقدر عقب نشینی کرده، من بیداری رو برای خانواده خودم میطلبم و من هر روز به حضور عیسی خواهم رفت. برای مهم نیست شرایط مالیم چطوره، چقدر پول تو حساب بانکیم هست، اجازه نمیدم این چیزها ایمان منو اسیر و محدود خودش بکنه. برای مهم نیست که گزارشات دکترها چی میگن، برای مهم نیست نظر دوم یا سوم چی میگه، چون برای من نظر خدا مهمه و من میرم پیش خدا و اگر لازم باشه 100 بار در خونه اونو میکوبم تا شفامو بگیرم. به در خونه اون میکوبم دوباره و دوباره و دوباره، چون به اقتدار خدا ایمان دارم و اعتماد دارم که اون خدای نیکویی، اعتماد میکنم و میدونم که نجات دهنده من زنده است، برای همینی که میتونم با فردا روبرو بشم. این ایمانه. ایمان امتحان نشده و ثابت نشده وقتیه که همه چیز بر وقف مرادته و
ولی وقتی همه چیز به مرادت نیست، در ازدواجت شکست خوردی، در کارت شکست خوردی، در بزرگ کردن بچه هات شکست خوردی، ولی هنوز میتونی اعتماد کنی و خانوادت رو به خدا بدی. تو میتونی هنوزم بگی من همه چیز رو تسلیم او میکنم و تمام جلال رو به خداوند میدم. این ایمانه. شاید امروز دارین این برنامه رو تماشا میکنین، شاید در جایی غیر از آمریکا هستین. ما بیش از 3000 بیننده در افغانستان داریم که نمیتونن حتی کتاب مقدس رو با خودشون حمل کنن. 50 نفر از عربستان سعودی به ما پیوستن، جایی که نمیتونی حتی اشاره‌ای به اسم عیسی مسیح داشته باشی، ولی میتونی ببینی. الان هم داری تماشا میکنی، شاید از پاکستان. شما نمیتونین حق اینو داشته باشین که بخواین مذهبتون رو عوض کنین. یا مصر، یکی از بزرگترین دنبال کننده های برنامه های ما از مصره. اندونزی، میخوام شما رو به چالش بکشم امروز. ایمان شما کجاست؟ کدوم خدا رو میپرستین؟ چون ایمان شما باید به یه نفر باشه. آیا اون واقعا تو رو نجات میده؟ آیا واقعا برات اهمیت قائله؟ من نمیخوام جواب این سوال رو بدم، میخوام که شما جواب این سوال رو پیدا کنین. من اینجا نیستم که مذهب شما رو عوض کنم، فقط میخوام از خودتون بپرسین خدای واقعی کیه و ایمان من به کیه؟ چون منم این سوال رو از خودم پرسیدم دوست من، و من عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده پذیرفتم. روزی که میخواستم خودم رو بکشم به عنوان یه زن مسلمان، و اون زندگی من رو عوض کرد و امروز میتونه همون کار رو با شما بکنه. شما فقط باید این سوال رو بپرسین. من میخوام اینو بهتون بگم، وقتی که به آخر رسیدم، وقتی داشتم خودم رو میکشتم، عیسی مسیح خودش رو بر من آشکار کرد و به شکل معجزه آسایی زندگیم رو عوض کرد. میدونین من چی یاد گرفتم؟ من مهمترین راز رو پیدا کردم که هر کسی میتونه کشفش کنه. یاد گرفتم که من خدایی رو میپرستیدم که به همی گفت که بکش و بمیر برای اسم من، و امروز خدایی رو میپرستم که اومد و برای من مرد. فرقش اینه. پس اگر امروز عیسی رو به عنوان خداوند و نجات دهندتون نمیشناسین، میتونید اون رو به قلبتون دعوت کنین و بگید فقط بیای خداوند عیسی، من باور دارم، من ایمان دارم که تو پسر خدای زنده هستی، باور دارم که تو برای گناهان من روی صلیب مردی و در روز سوم از مرگ قیام کردی. من تو رو باور دارم که تو تنها راه هستی، بیا و در مرکز زندگی من قرار بگیر، یه زندگی تازه به من بده و گناهان منو ببخش در نام عیسی مسیح. آمین و آمین.